سلام و خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید. امروز میخوایم بریم یکی از بهترین و خفن‌ترین دریبلای رونالدینیو رو توی پی اس پی 21 یاد بگیریم که توی دنیای فوتبال هم خیلی از این دریبل استفاده میکرد و به خاطر همین هم این دریبل خیلی معروف شد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، برای انرژی دادن لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. فقط بازیکنایی میتونن این دریبلو بزنن که توی مهارت‌هاشون فلیپ فلپ رو داشته باشن، مثل نیمار، رونالدینیو، آنسو فاتی، بنزما، داگلاس کاستا، ایسکو و غیره. اما از اون طرف اگه بازیکنی مهارت فلیپ فلپ رو نداشته باشه نمیتونه این دریبلو بزنه. اگه قصدتون اینه که با این دریبل بتونین گلزنی کنید، یعنی این دریبل رو بزنید بعد شوت کنید که توپتون تبدیل به گل بشه، بهترین منطقه برای زدن این دریبل این ناحیه‌هایی هستش که توی تصویر مشاهده می‌کنین. اما اگه قصدتون فقط دریبل زدنه، میتونید توی همه جای زمین از این دریبل استفاده کنید و این دریبل رو بزنید. این دریبل دو تا مدل داره. یه مدلش اینه که شما این دریبل رو میزنید و در آخر توپ میاد روی پای راستتون، و یه نوع دیگه‌اش اینه که شما این دریبل رو میزنید اما این دفعه توپ میاد روی پای چپتون. حالا می‌خوایم بریم همدیگه هر دو تاشو یاد بگیریم. چیز خیلی آسونیه، فقط باید بهش توجه کنید. اینجوری باید این دریبل رو بزنید که همه دکمه‌هاتون رو ول می‌کنید و در آخر شما باید آنالوگ سمت راستتون رو بگیرید مایل به سمت چپ بازیکنتون، و آنالوگ سمت چپتون رو بگیرید مایل به سمت راست بازیکنتون. پس دقت کنید یه بار دیگه، آنالوگ سمت راستتون رو میگیرید مایل به سمت چپ بازیکنتون، و آنالوگ چپتون رو میگیرید مایل به سمت راست بازیکنتون، و این دریبل رو میزنید. حالا اگه از اون سمت بخوایم که این دریبل رو برعکس انجام بدیم باید چیکار کنیم؟ دقیقا همون کار رو باید انجام بدیم اما برعکسش. باید همون نکات قبلی رو رعایت کنیم، دکمه هامون رو ول کنیم، آنالوگ سمت راستمون رو میگیریم مایل به سمت راست بازیکنمون، و آنالوگ چپمون رو میگیریم مایل به سمت چپ بازیکنمون. به همین راحتی شما میتونید این دریبل رو بزنید و بعدش میتونید شوت کنید، هر کاری که دلتون میخواد بکنید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. قبل از اینکه ویدیو رو تگ کنید حتما لایک و سابسکرایب به کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنونم که تا آخر نگاه کردید. پیشنهادتون رو واسه ویدیوهای بعدی بدید و فعلا تا ویدیوهای بعدی.